میل به نیکویی و خوب بودن از دیدگاه علم روانشناسی و خوب شروع کردن در هر کاری، امری و ادامه دادن به اون در مسیر بازم خوبی ها و تمام کردن آن باز در مسیر خوبی ها به فعلی که در نظر داریم، یکی از ویژگی های یک انسان سالم و موفق است. و برای رسیدن به این نتیجه یه عالی و مطلوب، آگاهی، اطلاعات، برنامه و حتی نظم نیز اصول قوانین مفید این هدف مقدس خواهد بود که مسلماً بسیار مفید خواهد بود برای زندگی ما. بزرگترین دلیل میل به نیکویی و خوب بودن همانا مربوط میشه به خالق خودمون، چرا که خالق ما خدا محبت است، مطابق نامه اول یوحنا 4:8. و اگر از همون ابتدا کلام خداوند پیدایش رو نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که در پیدایش، در اون 6 روز اول، خداوند از واژه نیکوست استفاده میکنه در انتهای هر روز که شب هست، آنچرا که آفریده اعلام میکنه که نیکوست و رضایت خودش رو داره در اونجا اعلام میکنه. در پیدایش 1:31 اعلام میکنه روز ششم، خدا هرچه ساخته بود دید و همانا بسیار نیکو بود، و شام بود و صبح بود و روز ششم. اما این میل به نیکویی در انسان متاسفانه با جنگی که شیطان ایجاد میکنه، در عدم شرایط مناسب معنوی و مادی در جامعه، در تعلیم و رفتارهای نامناسب در حین رشد کودکان در خانواده، و در عدم شناخت خدا و هدف خلقت، آدمی را اسیر افکار و احساسات و سخنان و اعمال بد نموده. با یک جمله می توانیم بگیم انسان نیکو سرش محاصره بدی ها گشته است، از اون هدف اصلی دور شده. شاید یکی از سوالات ما این باشه، چرا خیلی از انسان هایی که تسلیم این بدی شدن، بدی رو انتخاب کردن در مسیر زندگیشون، به جای اینکه بهتر باشن در اصل بدتر هستن، چرا زندگی های خوبی دارن؟ چرا پیروزی ها دارن؟ چرا موفقیت ها توی زندگی ما میبینیم که اونها دارن؟ حتی شاید خیلی موقع ها بهتر از خیلی از انسان های خوب هستن. انسان های خوب رو میبینیم که اونقدر در امنیت و آرامش نیستن. شخصی به نام آساف که یکی از لاویان هستش که در خانه خداوند خدمت میکنه و از رهبران گروه سرایندگان معبد در زمان پادشاهی داوود نبی بوده، وقتی پیروزی و خوشی و امنیت شروران رو میبینه، این سوالی براش میشه و در این سوال به جنگی که میفته، به کشتی که با خدا میفته، به این نتیجه مطلوب میرسه. در مزمور 73 سعی کردم به خاطر اینکه وقت مون طولانی نشه از آیات به صورت پراکنده براتون بخونم. در ابتدا اعلام میکنه به راستی خدا برای قوم اسرائیل و همه کسانی که دل پاک دارند نیکوست. در ابتدا این رو اعلام میکنه که مبادا سوء تفاهمی بشه، این اعلام رو داره میکنه که بگه من به این نتیجه خوبی رسیدم، اما قبلا این نتیجه رو من نداشتم. مثل خیلی از ماها قبل از اینکه مسیح ایمان بیاوریم چقدر سوالات داشتیم، چرا زلزله میشه، چرا طوفان میشه، چرا مردم هلاک میشن. ولی وقتی مسیح ایمان آوردیم، مطابق کلام خداوند، مطابق آنچه روح القدس با ما صحبت کرده، ما اطمینان داریم به کاری که خداوند میکنه، اونم در مسیر نیکویی. خدا خدای نیکوست. اگر زلزله هست باید باشه، اگر طوفان هست باید باشه، اگر سیلی هست باید باشه، چیزی غیر طبیعی نیست، این طبیعت کره زمینه. من طبیعتم رو از دست دادم، چون قرار نبود من با یه طوفان، با سیل، با یک
به اصطلاح خشم طبیعت که گفته میشه من آسیب بخورم. من طبیعتم رو از دست دادم، اون تواناییم رو از دست دادم. بعد از ایمان ما به راحتی میتونیم این حقیقت رو درک کنیم. اعلام میکنیم: اما من نزدیک بود ایمان خود را از دست بدهم و از راه راست منحرف شوم، زیرا از دیدن موفقیت اشخاص متکبر و شرور حسد می‌ورزیدم. در اصل آساف با توجه به اینکه رهبر پرستش بود، خدا رو می‌پرستید و توی پرستش یکی از اتفاقای زیبایی که پیش میاد شفاست. اگر شما عمیقا در حضور خدا پرستش کنید، مهم نیست 50 نفر اینجا باشن. امروز همدم برادرمون روبن این کارو کرد که شما بیشتر بخونید که گروه پرستش حالا اون قسمت قرار بگیره و پرستش کنه. اگر قلبا در حضور خدا تو پرستش باشی، تو شفا میگیری، تو آرام میشی. اگه درک درست از پرستش داشته باشیم، از این رو هست خواهش میکنم ساعت 1 بیاید که در پرستش باشید، حضور داشته باشید برای شفا. آساف شفا نگرفته بود و چون شفا نداشت حسادت میکرد. شفا تو بگی در حضور خداوند، به طور خاص امروز که میخوای نزدیک سفره او بشی. و اعلام میکنه: زیرا زحمت نمیکشند و بدنی قوی و سالم دارند، مانند دیگران رنج و زحمت نمی کشند و گرفتاری های دیگران را هم ندارند. چند تا آیه پایین تر، آیه 10 میگه حتی قوم خدا از آنها، یعنی از انسان های شرور، حتی قوم خدا از آنها پیروی می کنند و آنها را می ستایند. و ما قوم خداییم، آمین. اگر ما بایستیم و بگیم کاری نداریم به نظام اسلام، کاری به جمهوری اسلامی نداریم، داره مردم رو آزار میده، مردم رو شکنجه میکنه، دزدی میکنه از کشور عزیزمون ایران، به ما چه مربوطه بگیم سرنگون باد نظام اسلامی؟ به ما چه مربوطه که اهمیت بدیم به بچه های خیابانی، زنان بی سرپرست توی کوچه و خیابان که به فساد کشیده شدن؟ به ما چه مربوطه که مردم توی ایران دارن کلیه‌هاشون رو میفروشن؟ منی که در ایران به دنیا اومدم، من که ایرانی هستم، به من چه مربوطه که دارن چش میفروشن؟ به من چه مربوطه بچه‌هاشون میفروشن تو کشورهای عربی، دخترها رو میفروشن تو کشورهای عربی بهشون تجاوز کنن؟ به من چه مربوطه؟ یعنی من نیست، من از خودم میگم من جزء اونهایی هستم که دارم شرارت رو میپرستم و تاییدش میکنم. و وای به ما اگر به عنوان قوم خدا در برابر این نظام اسلامی نیستیم. حداقل دعا نکنیم که سرنگون باد. میباید دعا کنیم، چون دعای ما قدرت داره. و من ایمان دارم، اگر ایمان دارم متحد بشن، کلیساها متحد بشن برای سرنگونی این روح شریر. سرنگون شدن افتادن، لعنت نیست عزیزان. ما صحبت از اون قدرتی میکنیم که پشت این نظام هست. ما حتی کاری به خامنه ایش هم نداریم. به ما چه مربوطه؟ خدا میدونه و خودش و ملت آینده. به اون شکنجه‌گرم کاری نداریم. ما به اون روح بد که از طرف شیطان این دولت رو به کار گرفته بر علیه کشور عزیز ما، کشور مقدسی که خدا برنامه داره باش، خدا کار داره، خداوند میخواد اونجا سلطنت کنه در قلب ایرانی ها، ما بر علیه اون نیز اعلام میکنیم سرنگون باد نظام اسلامی. آمین که اعلام کنم. و ادامه میده: من بیهوده خود را پاک نگاه داشته و از گناه دوری می کنم. آیه 16 بعد نیز اعلام می کنه: من کوشش کردم که این موضوع را بفهمم، اما فکرم به جایی نرسید که چرا چنین بی‌عدالتی بر روی زمین هست. تا آنکه به معبد بزرگ تو رفتم. مثل شما عزیزان که روز یک شنبه‌تون در حضور خدا اومد استراحت کنید، روز یک شنبه اومدی سفره خداوند برای تو پهن باشه، روز یک شنبه اشیای ربانی رو درک کردی تا در حضور خداوندت باشی. اعلام میکنه: تا آنکه به معبد بزرگ تو رفتم، آنگاه فهمیدم. چه اتفاقی افتاد در حضور خدا؟ چون خداوند اونجا با قلبش صحبت کرد، دیگه خودش با خودش صحبت نکرد، دیگه شرارت های دنیا با او صحبت نکردن.
اجازه داد که تسلی دلش خود خدا باشه. مولوی اعلام میکنه در سینه هر که ذره دل باشد، در سینه هر که ذره دل باشد، بی مهر تو زندگیش مشکل باشد. بدون مهر خدا زندگیش سخته. اگر خداوند در قلب ما هستش، ما آرامش داریم. اما اگر خداوند در قلب من نباشه، انقدر سوالات توی امور زندگی من هست، به طور خاص که چرا شروران بر روی زمین دارن سلطنت میکنن، چرا اونهایی که ظالم هستن شرایطشون از من بهتر میتونه باشه. نویسنده اعلام میکنه که چه سرنوشت بدی در انتظار شروران هست. اینو از زمانی که خدا رو ملاقات کرده، خدا با او صحبت کرد. تو آنها را در پرتگاه لغزانده قرار خواهی داد. نه اینکه خدا این کار رو میکنه. وقتی که من در حضور خدا هستم، کمال نوره، همونطور که قبلا صحبت کردیم. پس تو نور و روشنایی من پرتگاه رو خواهم دید و من نمیافتم. اما وقتی در حضور خدا نیستم، من توی تاریکی هستم و افتاده خواهم شد. تو آنها را در پرتگاه یه لغزنده قرار خواهی داد تا بیفتن و نابود شوند. آنها در لحظه نابود میگردند و عاقبتی هولناک خواهند داشت. آنها مانند خوابی هستند که صبح فراموش میشوند. هنگامی که تو ای خداوند برخیزی، آنان محو خواهند شد. بدی ها گاهی آنقدر طبیعی میشه برای افرادی که تصمیم نگرفتن به نیکویی فکر کنن، بهتر باشن. فکر میکنن بدتر بودن یک ابزار موفقیت هستش و از این ابزار بد استفاده میکنن، که برای اونها طبیعی خواهد شد و هرگز باور ندارن یک روزی در همین مسیر بدیها آسیب خواهند خورد و رسوا خواهند شد. راننده تاکسی نیمه شب وقتی که میبینه سه تا مسافر وایستدن، وای میسه جلوی اونها، اونها که سوار میشن متوجه میشه هر سه شون مستن و بهشون میگه کجا شما میرید؟ میبینه که هر سه اونها جایی میرن که اولا خیلی دوره و چقدر هم سخت هست، اما از یه طرفی هم میبینه چه پول خوبی هم میتونه بگیره، ولی اونها انقدر مست بودن که راننده تصمیم بدتر رو میگیره. همین که ما اینا سوار میشن، میره یه خود جلوتر، میگه آقا شما رسیدید. اونم تشکر میکنه، کرایه‌شو میده و میره. دوباره این که پیاده میشه، یه ذره میره جلوتر، به اون دومی میگه شما هم رسید. میگه خیلی ممنون، چقدر سریع منو رسوندی. البته با همون حالت مستی و یه تیپ خوبی هم غیر از کرایه‌ش به اون میده. اون که پیاده میشه، نفر سوم یه خود میره جلوتر، دوباره میگه شما هم رسیدید. نه محکم طرف میزنه تو گوش راننده. راننده میگه برای چی میزنی؟ میگه تو نمیگی با این سرعت که میری هر سه ما رو نزدیکی بکشی؟ من به کرایتم نمیدم. اگر ما ابزار بدیها توی دستامون داشته باشیم، یه روز رسوا میشیم و یه روز از این سیلی ها نیز خواهیم خورد، هرچند چه بسا مردم ندونن ما داریم چه کار میکنیم. اگر میلی به نیکویی داریم، فقط و فقط میباید نیکو بنگریم، یعنی راهمان، هدفمان، نگاهمان، گوشمان، سخنانمان تماماً تحت اراده خداوند نیکو باشه. نلسون ماندلا نیز اعلام میکنه خوبی در انسان مثل شعله‌ای هست که میتواند پنهان باشد و هرگز خاموش نمیشه. پس ازش باید استفاده کنیم، چون سرشت انسان بر این بود که انسان شکل خدا بشه مطابق انجیل متا 5:48 و این هدف خدا بود در کتاب مقدس اعلام میکنه. ولی داوود پادشاه که همون گونه که عرض کردم نبی خداوند بود، در برابر شریران همان پندی رو میخواد بده که پولس رسول در نامه رومیان 12:21 اعلام میکنه، که میگه مغلوب بدی مشو. فکر نکن جامعه و دنیا در مسیر بدی و دروغ هست، تو هم دروغ بگو. توی دادگاه بری دروغ بگی، مشکلت حل میشه. پس دروغ بگو. به فلانی اگر برخورد کردی، یه دروغ کوچولو بگی،
چقدر به نفعت میشه. پس دروغ بگو، حیله کن، مغلوب بدی نشو. اعلام میکنه مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را به نیکویی مغلوب ساز. و در اصل این پیروی از سرور خودش عیسی مسیح است که در انجیل متی 5:44 نیز اعلام میکنه که دشمنان خود را محبت کنید، حتی لعنت نیز نکنید. و در رومیان 12:14 خود پولس رسول نیز به این موضوع داره اشاره میکنه. اما داوود پادشاه این گونه اعلام میکنه در مزمور 37:1-5 از شریف براتون میخونم. اعلام میکنه به خاطر مردم شریر خود را ناراحت نکن، یعنی افسوس نخور، ناامید نشو. خدا با ماست، خدایی که خالق این جهان هست خوب میدونه چه کار کنه. به خاطر مردم شریر خود را ناراحت نکن و بر آنها حسادت مکن. حسادت اینجا در اصل یعنی پیگیری نکن، اونها رو پیروی نکن، شکل اونها نشو، قرار نیست شکل اونها بشیم. آنها به زودی مانند علف پژمرده و خشک میشوند و از بین میروند، چیزی از اونها نخواهد موند. همون گونه که بابا طاهر اعلام میکنه، اگر زرین کلاهی عاقبت هیچ، اگر خود پادشاهی عاقبت هیچ، اگر ملک سلیمانت ببخشند در آخر خاک راهی عاقبت هیچ. و اگر هیچ هستیم، آیا ارزش این رو داره که بهتر رو ول کنیم و در امور زمین زندگیمون از بدتر استفاده کنیم؟ نویسنده باز اعلام میکنه بر خداوند توکل نما و نیکویی کن تا در زمین در امنیت زندگی کنیم. شادمانی خود را در خداوند جستجو کن. فیلیپیان 4:4 شاد باشیم، در ثروت شاد باشیم، در قدرت شاد باشیم، در مقام. درسته؟ نه؟ اصلا خوشم نمیاد شما انقدر کلام رو خوب میخونیم. میگه شاد باشیم، در خداوند شاد باشیم، در حضور او، به شباهت او عمل کردن. جستجو کن و او خواهش دلت را برآورده خواهد ساخت. خودت را به خداوند بسپار و بر او اعتماد کن، او تو را کمک خواهد کرد، چرا که قوت اوست که در من عمل میکنه. اگر من این اعتماد رو به خدا دارم، شاعر اعلام میکنه ای که هوای منی، ای که هوای منی، بی تو نفس ادعاست. تمام لحظات ما به خاطر نیکویی و محبت خداست. بعد کارهایی که ما میخواییم بکنیم، هی میخواییم از این عقلمون استفاده کنیم، میخواییم از آدمای شریر که موفق شدن استفاده کنیم، کلاسایی رو برمیداریم. به چه طریقی چه اشکال نداره حتما این کارو بکنید، به چه طریقهایی من میتونم موفق بشم؟ طریق من و تو دست خداست، از اون بیاموزیم و اجازه بدیم او تو زندگی ما عمل بکنه برای پیروزی هامون. عیسی مسیح در 4 انجیل نه تنها به ما میاموزد که به پیروی شریران نریم، بلکه به جای قصاص و روحیه انتقام، بخشش، محبت و دعای برکت رو برای حتی دشمنانمون همون گونه که گفتم داشته باشیم. و این تعلیم او هستش برای ما. پس لازم هست میخوای نزدیک سفره خداوند بشی؟ بعضی موقع ما فکر میکنیم، میگیم دشمنمون رو بخشیدیم، دشمنمون خامنه‌ایه، ما کاری باش نداریم، اتفاقا براش دعا میکنیم، اما خواهرمون نبخشیدم، برادرم رو نمیبخشم. نه برادر، اصلا شما نمیدونی، وای ببخشید، اون خود شیطونه. بعد خامنه‌ای رو کاری باش نداریم. میگه نه، کلام خدا گفت به دولت‌ها کار نداشته باشید، برادرش رو نمیبخشه، همکارش رو نمیبخشه. شاید زبونم بخشیده اما احساسا نبخشیده، هنوز شفا نگرفته. خواهش میکنم قبل از اینکه به سفره خدای خودت نزدیک بشی امروز، ببخش هر کسی که در ذهنت هست. ببخشن اینکه دیگه از خدا بخواد به یاد نیاری. فراموشی نیست عزیزان، اشتباس، خدا هم فراموش نمیکنه. کلام خداوند در کتاب اشعیا 43:25 و در کتاب رومیان 10:17 اعلام میکنه وقتی که ما توبه میکنیم خدا به یاد نمیاره. قرار نیست تو فراموش کنیم، ما انسان هستیم، چگونه میتونیم فراموش کنیم؟ پس قرار نیستش که ما فراموش کنیم. اندیشمندی اعلام میکنه در انتقام گرفتن انسان با دشمن خود برابر است.
در انتقام گرفتن انسان با دشمن خود برابر است، ولی در بخشش او مقامی بالاتر دارد. پس ببخشیم. و اونجا هستش که میبینیم اگر انصاف در شریعت برای ما آورنده قصاص بود، عیسی مسیح در عدالت برای ما آورنده محبت بلاعوض بود، همون محبت که روی صلیب خودش برای ما انجام داد، جان قدوس خودش رو داد تا هر کس که به او ایمان بیاورد هلاک نشود، حتی زمانی که ما دشمنش بودیم او جانش رو برای ما داد. یک محبت بلاعوض که به توسط روح القدس امروز میتونه در ما عمل کنه و ما که فرزندان خدا هستیم این رو بدونیم. هیچ راهی غیر از این نداریم. ما هیچ راهی غیر از این نداریم عزیزان. هیچ راهی غیر از این نداریم باید ببخشیم. هیچ راهی غیر از این نداریم باید محبت کنیم. هیچ راهی غیر از این نداریم باید مهربان باشیم. هیچ راهی غیر از این نداریم باید صبور باشیم. و همون کاری که آسف کرد، نزد خدا رفت، نزد او بریم. نویسنده اعلام میکنه انسان نمیتواند به سینه خیز رفتن قانع باشد اگر در وجودش میل پرواز کردن داشته باشد. اگر در وجود ما میل به نیکویی است، این رو بدون، بدی ها باعث آزار خودمون خواهد شد. پس روش بهتر بودن رو باید انتخاب بکنیم. بریم با هم دیگه نامه اول پتروس 3:16 الی 17 رو داشته باشیم. آیا عزیزان همه بروشور دارن؟ اونهایی که بروشور ندارن دستا بره بالا. عزیزانی که بروشور ندارن دستاشون بره بالا، بهشون خواهند داد. نامه اول پتروس 3:16 الی 17. و ضمیر خود را نیکو بدارید. وجود درون خودت رو پاک کن. کاری که امروز شما کردید، خودت رو تقدیس کردید. شاید وقتی که دعا کردی تصور میکنی که باید یه اتفاقی میافتاد، مثلا بدنت گرم میشد، نمیدونم سبک میشدی. به این چیزا فکر نکن. شاید یک بار اینطوری شدی، شاید دیگری اینطوری شد. راحت باش، همین که اعلام کردی تمامه. با خودت نجنگ. وقتی به خداوند گفتی خدایا من توبه میکنم به خاطر همه گناه ها و اشتباهاتم، تمام شد. خدا آزاری نکن. مسیح برای محکوم کردن نیومد، مسیح آمد ما را آزاد کنه. مسیح مذهب رو به ما معرفی نکرد، مسیح عشق پدرش رو به ما معرفی کرد که پدر من و تو هستش. پس آزاد شو. تو آزاد شدی. اگر توبه کردی در حضور خدا تو آزاد شدی. بله. تا آنانی که بر سیرت نیکوی شما در مسیح تن میزنند، در همان چیزی که شما را بد میگویند خجالت کشند. زیرا اگر اراده خدا چنین است، نیکوکار بودن و زحمت کشیدن بهتر است از بد کردار بودن. آمین. میتونیم برای این قسمت کلام خدا دست بزنیم. کلام خداوند تعلیم دهنده ماست در مسیر بهتر عمل کردن. پس آنچه را که بهتر هست رو به ما میآموزد. مطابق مزمور 84:10 نیز اعلام میکنه یک روز در صحن خانه تو، یعنی خانه خدا، بودن بهتر از هزار روز در جای دیگر بودنه. مانند خود شما، یه دست برای خودتون بزنید که به خانه خدا اومدید، ترجیح دادید به خانه خدا بیایید. دربانی خانه تو یعنی نگهبانیش را، تو را بر زندگی در کاخ شریران ترجیح میدهم که نگهبان خانه تو باشم تا پادشاه یک کاخ باشم. کلام خداوند پر از آیاتی هست که میگه بهتره این کار، بهتر این کارو کنید، بهتر این کارو کنید. وقت نیست، من فقط به چند تا آیه نیز اشاره میکنم. در مزمور 118 آیه 8 و 9 نیز اعلام میکنه توکل کردن بر خداوند بهتر از اعتماد داشتن به انسان هست. توکل کردن بر خداوند بهتر از اعتماد داشتن بر رهبران هست. یکی از آسیبایی که ما خوردیم 40 سال پیش این بود که متاسفانه به رهبر توکل کردیم. همه نبودیم، اما اون قشری که بودن به اون رو توکل کردن و آسیبشو نیز متاسفانه خوردیم. و در آیات دیگه ما مشابه این داریم. در مزمور 119 آیه 72 اعلام میکنه شریعت تو برای من بیشتر از هزاران، یعنی کلام تو، پیشنهاد تو. قبلا هم عرض کردم خدا امری صحبت نمیکنه.
عزیزم. خدا بهترین پیشنهاد به تو میده. خوشا به حال کسی که قبول کنه. من تجربه کردم البته. ولی خود شما باید انتخاب بکنید. اعلام میکنه شریعت تو برای من بیشتر از هزاران سکه، طلا و نقره ارزش دارد. امثال 15:17 اعلام میکنه خوردن نان و سبزی در جایی که محبت هست بهتر است از خوردن کباب در جایی که نفرت وجود داره. تجربه کردیم اینو یا نه؟ که این کباب انگار گلومون پایین نمیرفت. وقتی که اون چشما رو دیدیم، اون صحبت ها رو شنیدیم، اون فضا رو دیدیم، دیدیم هیچ آرامشی در اون متاسفانه نداشتیم. بازم عرض میکنم هدف کتاب مقدس به طور خاص مراسم عشای ربانی بر این هست که ما بتوانیم در مسیح شخصیت نو و شخصیت سالمی باشیم به شباهت خود خداوند. اندیشمندی اعلام میکنه شخصیت انسان سرنوشت اوست. اگر ما نیز شخصیت مسیح رو بگیریم مطمئن باشیم همان گونه که مسیح پیروز و پیروز شد ما نیز پیروز خواهیم شد. و خوی و مرام بعد از سالها در وجود من به عنوان یک شخصیت متاسفانه یک اسم دیگه ای به من میده، یک لقب دیگه ای به من میده، شخصیت من میشه. بهترین موقع همین الان هست که اول سال هست، داری با خدا میخوای یک عهدی رو ببندی. لحظه خواهش میکنم سرهای خودمون رو خم کنیم. فکر کن به تمام چیزایی که تا قبل از کلیسا شنید، شاید تو کلیسام شنیدی، به تو انتقاد کردن، جزو شخصیتت بوده، به تو ایراد گرفتن، جزو شخصیتت شده، خودت دیگه نمیدونی، باهاش سازش کردی. اجازه بده اونها رو ببینی یا خودت حدس میزنی. زندگی تو، فکر تو تقدیس کن از اونها، پاک کن. آمین. در نام عیسی مسیح پاک کن. چرا؟ میگم ملتشو. اگر شخصیت‌های اشتباه در وجود ما بمونه، از این حرفا پشت ما زیاد شنیده میشه. دیدید میگم فلانی خسیسه؟ چرا میگم خسیسه؟ دیدم. چرا میگم فلانی قرقروه؟ قرقر میزده، هی هر کجا نشسته قر زده. طرف رو میخواد توی مهمونی دعوت کنم، اوی به این نگو، این یه آدمی هستش که افسرده، گوشه‌گیر، حرف نمیزنه، همینطور 2 ساعت میشینه. بابا یه نفر دعوت کن، یه خورده بگه، یه خورده بخنده. چرا؟ این شخصیت رو اون اینجوری جلوه داده. یا برعکس میگه او فلانی رو نگیم، اینقدر پرچون است، آقا اصلا نمیذاره بقیه حرف بزنه، همش خودش حرف میزنه، مثل این کشیش رسوله. کی گفت کشیش رسول؟ آه خودم گفتم. یه نگاهی بکنیم کنارش خیلی چیز دیگه هستش. طرف مغروره، طرف خودخواه هستش و و و و. اگر خودمونو آزاد نکنیم عزیزم، این شخصیت دوباره امسال هم با ما هست. خودتو آزاد کن قبل از اینکه به این سفره میخوای نزدیک بشی. جدی باشیم تو این امور. این گونه هستش که من آزاد میشم، خانوادم آزاد میشه، ایران ما آزاد میشه. از من و تو شروع خواهد شد. یک هنرپیشه خیلی معروفی تو خیابون داشت میرفت، تنش خورد به یه خانومی، گفت عذر میخوام، پوزش میخوام. خانومه برگشت شروع که سخنان زشت گفتن به این مرد و فحاشی کردن. هنرپیشه که دیگه نگران بود الان، چون همه میشناختنش، گفت الان همه میشنفن، آبروی من میره. بلافاصله میگه خانوم من فلان هنرپیشه هستم. زنم میگه ای وای، چرا از اول خودتون رو معرفی نکردید؟ گفت آخه اینقدر شما مشغول معرفی خودتون بودید که وقت نشد من خودم معرفی کنم. خیلی باید هوشیار باشیم. بریم با هم دیگه نامه اول قرنتیان 11:17-34 رو داشته باشیم. لکن چون این حکم را به شما می کنم، شما را تحسین نمی کنم، زیرا که شما نه از برای بهتری بلکه برای بدتری جمع می شوید. خب توی این کلیسا به تبعیت از انجیل لوقا 22:19 که عیسی مسیح گفته بود به یاد آورید، یعنی شرکت کنید در عشای ربانی. و تشویقتون می کنم
شرکت کنید همیشه. برنامه هاتون رو در زمان عشای ربانی لطفاً همه برنامه هاتون رو کنسل کنید. وقت تو با خداست. این تنها حکمیست که کلام خداوند داره میگه، که میگه شرکت کنید، چرا که قرار شخصیت من تازه بشه، قرار من تقدیس بشم، قرار هست لباسهای تازه رو دوباره در تنم بکنم. پس اونها نیز دور هم دیگه جمع می شدن، اما متاسفانه فراموش کرده بودن برای بهتر شدن جمع می شدن، نه برای بدتر شدن. پیکنیک گرفته بودن عزیزان، پیکنیک هایی که توی دنیا بود توی کلیسا آورده بودن. بشنویم. زیرا اولا هنگامی که شما در کلیسا جمع می شوید می شنوم که در میان شما شقاق ها رو می دهد و قدری از آن را باور می کنم. از آن جهت که لازم است، یعنی باند بازی ها، گروه بازی ها، تیم بازی ها، من با فلانی بیشتر سر سازش دارم، نه اون نمیتونم با این باشم، با اون رفت آمد نمیتونم بکنم و همین قصه ها. و چون اینا خوراکشون هم خودشون می آوردن، و بنابراین هر کسی میشه دو نفر سه نفر با دوستاشون با هم خوراک میخوردن و اشاره میکنه پولس رسول، و بعضیا بدون گرسنه بودن. حالا یه عده گرسنه بودن اعتراض میکردن، یه عده که میخوردن حسابی، هر دو به نظر من هر دو اشتباه میکردن، چون هدف اصلی رو فراموش کرده بودن، برای تبدیل اومده بودن در حضور خداوند. بله. از آن جهت که لازم است در میان شما بدعت ها نیز باشد تا که مقبولان از شما ظاهر گردند. یعنی طبیعتاً چنین اتفاقی میفته دیگه. شما توی فامیل، توی خانواده هم عقیده نیستیم، همه یه عقیده نداریم، متفاوت هستیم، این طبیعی هستش. بله. پس چون شما در یک جا جمع میشوید، ممکن نیست که شام خداوند خورده شود، زیرا در وقت خوردن هر کس شام خود را پیشتر میگیرد و یکی گرسنه و دیگری مست میشود. یعنی میگه شما میاید اونجا، سفره خداوند هست، اما هیچ کدوم از سفره خدا نمیخورید، همتون دارید از سفره خودتون میخورید. خواهش میکنم قبل از اینکه به سفره خداوند نزدیک بشید، سفرهاتون رو رها کنید، فکر و ذهنت رو رها کن، دلایلت رو رها کن، نیست بگو من هنوز نه اون فلانی حق با منه، اون رو نمیتونم ببخشم، نه من فلانی نمیتونم محبت بکنم، اون با سفره خودته، بیا پای سفره مسیح. بله. مگر خانه ها برای خوردن و آشامیدن ندارید یا کلیسای خدا را تحقیر می نمایید و آنانی را که ندارند شرمنده می سازید؟ به شما چه بگویم؟ آیا در این امر شما را تحسین نمایم؟ تحسین نمی نمایم، زیرا من از خداوند یافتم آنچه به شما نیز سپردم، که عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم کردند نان را گرفت و شکر نموده پاره کرد و گفت بگیرید بخورید، این است بدن من که برای شما پاره می شود. این هدف مقدس خداوند بود برای یادآوری، و نه اینکه متاسفانه همون گونه که خوندیم در این کلیسا اختلافات، باندبازی ها، منافع طلبی ها، شکم پروری ها، مهمان بازی های دنیوی، تعالیم نپذیری، یعنی خودمحوری، هر فکری که تو ذهن من میاد اون رو تو کلیسا من انجام بدم، در بین ایماندارا اونجا شیوع پیدا کرده بود و این نیز آسیبی زده بود به اون کلیسا. بله. این را به یادگاری من به جا آرید و همچنین پیاله را نیز بعد از شام، و گفت این پیاله عهد جدید است در خون من، هرگاه این را بنوشید به یادگاری من بکنید، زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید موت خداوند را ظاهر می نمایید تا هنگامی که باز آید. پس هر که به طور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد، مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود. بله. عیسی مسیح اشاره به عشای ربانی می کنه تا به ما اشاره به آن صلیبش بکنه که بهر گناهان بشری روی صلیب رفت و مرد و قیام کرد. میدونیم که عشای ربانی ریشش از عید پسح میاد، یعنی عبور. ما نیز باید عبور کنیم از تمام آنچه که ما رو میخواد بدتر کنه، از تمام آنچه که میخواد ما رو از هدف اصلی خدا دور کنه، و بدونیم که عیسی مسیح بهای گناه ما رو داد. این شعری که میخونم از مولویه، به نظر من مولوی به مسیح ایمان داشته، چگونه ایمان داشت نمیدونم، ولی به نظر من ایمان داشته. بسیاری از اشعار مولوی وقتی که میخونیم انگار داریم انجیل مسیح رو میخونیم. اعلام میکنه با درد بساز
چون دوای تو منم. در کس منگر که آشنای تو منم. گر کشته شوی مگو که من کشته شدم، شکرانه بده که خونبهای تو منم. و این پیامی است که داره به ما میده. مسیح خونبهای همه دردها و رنجهای ما رو داده. چرا هنوز خودمون رو اسیر بدی ها میکنیم؟ چرا اجازه میدیم به اسارت بدی ها و گناهان کشیده بشیم زمانی که مسیح ما رو آزاد کرده؟ بله. اما هر شخص خود را امتحان کند و بدین طرز از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد. زیرا هر که میخورد و مینوشد فتوای خود را میخورد و مینوشد. بله. اگر بدن خداوند را تمیز نمی کند. از این سبب بسیاری از شما ضعیف و مریضند. این اتفاق افتاده بود. اعضای این کلیسا مریض شده بودند. اعضای این کلیسا افسرده شده بودند. به خاطر اینکه به طبیعت درست از کلام خداوند عمل نکرده بودند. بله. و بسیاری خوابیدند. اما اگر بر خود حکم می کردیم، حکم بر ما نمی شد. لکن هنگامی که بر ما حکم می شود، از خداوند تعدیب می شویم. مبادا با اهل دنیا بر ما حکم شود. لحاظا ای برادران من، چون به جهت خوردن جمع می شوید، منتظر یکدیگر باشید. و اگر کسی گرسنه باشد، یعنی رعایت همدیگر رو بکنیم. موضوع خوردن نیست. یه نگاهی به هم بکنیم. مشکلی هست، سختی هست، دستی همدیگر رو بگیریم. همه انتظارا رو از کشیش نداشته باشیم. همه انتظارا رو از رهبر کلیسا نداشته باشیم، از خادمین نداشته باشیم. شما هم قسمتی از این بدن مسیح هستید که دستی باشید. میتونید هماهنگ کنید. میتونید با کلیسا در میون بذارید. اما دست همدیگر رو بگیریم. دست یاری بدیم به هم دیگه. بله. و اگر کسی گرسنه باشد در خانه بخورد، مبادا به جهت عقوبت جمع شوید. و چون بیاییم ما بقی را منتظر خواهیم نمود. آمین. 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 اگر در گناه خود بمونیم، حتی اگر توبه هایی بکنیم که ثمره نده، مسیح گفت توبه باید ثمره بده. توبه هایی بکنیم که ثمره نده، حتی اگر تصور میکنیم که مانند کلیساهای سنتی حتما باید یک کشیش توی جایی باشه، اتاقکی بریم اعتراف کنیم چقدر خوبه که مطابق نامه یعقوب 5:16 کلام خداوند اعلام میکنه نزد یکدیگر اعتراف کنید، اما یک متخصص باشه، کسی که کمکت کنه، نه کسی که بشنوه بعد بگه برو. یه نفر کمکت کنه. این خودفریبیه. حتی اگر من 10 دفعه در روز برم توبه کنم اما در من عمل نباشه، نیت من نیت خوبی نباشه، من هم به زندگی خودم و هم دیگران نیز آسیب خواهم زد. و این راهی نیست که مسیح بگه. اگر امروز در عشای ربانی میخوایم شرکت کنیم، این رو بدونیم که باید تصمیم جدی بگیریم، توبه کنیم، تقدیس بشیم، در حضور خداوند از روح خدا تقویت بشیم تا تکمیل بشیم همچون همونطور که مسیح نیز اعلام کرد. شهرداری که تو یک شهر بزرگ میخواست دوباره مشغولش اون سمت شهرداریش بشه، یک کمپین بزرگی میزنه و برای اینکه بتونه مردم رو فریب بده به نوعی، و میدونست که مردم مذهبی هستن، از قدیمی ترین کشیش توی شهر خواهش میکنه که بیاد ایشون اونجا سخنرانی کنه که به نفع ایشون بشه به نوعی. وقتی اون کشیش میاد و جلسه شروع میشه، به دلیلی خود شهردار نمیرسه به موقع، از کشیش خواهش میکنن که تو پس شروع کن. کشیش میاد صحبت میکنه، میگه 30 سال پیش وقتی که من اومدم توی این شهر، اولین کسی که اعتراف کرد و اومد توبه کرد کسی بود که بسیار دزدی‌ها کرده بود، رابطه بد با زن‌های شوهردار داشت، پر از حیله و کلک بود، چقدر جنایت کرده بود. وقتی من اعترافات اینو شنیدم گفتم خدایا این چه شهری بود که منو آوردی. ولی بعد که با شماها آشنا شدم متوجه شدم چه شهر خوبی و چه مردم خوبی بود. فقط اون یه نفر توش خیلی انقدر خراب بود. صحبتش که تموم شد، بعد شهردار که اومد گفت میخوام اعلام کنم 30 سال پیش که این کشیش اومد، من اولین کسی بودم که اعتراف کردم پیشش. نیت که خرابه یه جا رسوا میشی. نکنیم. خدا قدرت و تواناییشو میخواد به من و تو امروز بده
که در راستی بایستیم، که فقط به فکر بهتر باشیم، نه به فکر بدتر. آنچه که ما امروز در کلام نیز بهش دیدیم اشاره بسیار میشه. بریم با هم دیگه آخرین آیه هم نیز داشته باشیم. نامه دوم پتروس 2:20-21. آیا همه بروشور دارن؟ البته امروز ما نکته نداریم، معمولا نکاتی رو داریم، ولی در زمان عشای ربانی من نکات رو اعلام نمی کنم. اما از هفته دیگه ما درس دعای محبتمون ادامه خواهد داشت. بله بفهم. زیرا هرگاه به معرفت خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح از آلایش دنیوی رستند و بعد از آن بار دیگر گرفتار و مغلوب آن گشتند، اواخر ایشان از اوایل بدتر می شود. زیرا که برای ایشان بهتر می بود که راه عدالت را ندانسته باشند. من همیشه خدمتتون عرض می کنم، میگم ای کاش ما به مسیح ایمان نیاوریم، تا اینکه به مسیح ایمان بیاوریم اما خودمحوری های خودمون رو داشته باشیم و کاری به اراده خدا نداشته باشیم. دوباره مثل گذشته عمل کنیم، آسیب بیشتر میخوریم. کلام خداوند هم میگه داوری از خانه خدا شروع میشه، پس هوشیار باشیم. اینجا کلام خدا این امید رو به ما میده که ما به فیض او بخشیده شدیم، روح القدس رو داریم، قوت رو داریم، بدون داوری در حضور خدا میریم، اما مشروط بر این که اعمال و رفتار ما همونی باشه که مسیح انتظار داره. خدا که خالق ما هست این انتظار رو داره. بله. از اینکه بعد از دانستن بار دیگر از آن حکم مقدس که به دیشان سپرده شده بود برگردند. آمین. 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 آمین.